بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان گرامی، امید که صحتمند و سر حال باشید. خوش آمدید بعد تازه ترین خبر از چنل تو به تازه گزارش. اجمل حقیقی آزاد شد. برای دانستن این که چگونه آزاد شد از قید طالبان، این ویدیو را تا آخر ببینید و لایک و سابسکرایب و حمایت یادتان نرود. امروز خبر خوشی در دست ما رسیده که می‌خواهم برایتان به اشتراک بگذارم. اجمل حقیقی که یک مدل و یک یوتیوبر در افغانستان بود و کارها و نمایش‌های فرهنگی، مدلینگ و کارهای اجتماعی را انجام می‌داد، 6 ماه پیش توسط طالبان دستگیر شده بود. علت دستگیری و این بود که ریشخند زدن به آیه مقدس قرآن شریف و خندیدن و تمسخر بود که در زیر پرچم امارت اسلامی این کارها جایز و قابل قبول نیست. آنها در وقت ادیت برنامه یادشان رفته بود که آن صحنه را حذف کنند و آن ویدیوی اجمل حقیقی نیز غوغا برپا کرده بود در صفحات مجازی و مورد انتقاد بیشترین تعداد مردم قرار گرفته بود که بالاخره دست طالبان رسید. اجمل حقیقی و همکارانش ام از طبقه اوناس را در قیدشان میگیرند و در زندان پولچرخی زندانی میکنند که بالاخره خوشبختانه بعد از 6 ماه امروز اجمل حقیقی و یارانش را رها کردند که این خوشی را برای همه تبریک میگویم. مگر آنها هنوز تحت تعقیب و کنترل امارت اسلامی هستند. اجمل حقیقی گفتنی های خود را در ویدیو برای مردم ارائه کرد که چگونه زندانی شد و چه مشکلات و مراحل را سپری کرد و حالا دوستان وی در کجا هستند. در ادامه حرفای اجمل حقیقی را از زبان خودش میشنویم. و یادتان نرود که این ویدیو را لایک کنید و چنل تو ما را سابسکرایب کنید. تا برنامه و ویدیو بعدی شما رو به الله یکتا می‌سپارم. بدرود. وطن دارم آزاد شدم، شکر خداوند به دعای شما. شاید در ذهن بعضی از وطندارای ما گذشته باشه که فعالیت های بعد از این چی خواهد شد؟ آیا فعالیت میکنم نمیکنم؟ محکمه برای من اجازه فعالیت نداده به طور رسمی که من باید فعالیت را خودم بکنم. من در افغانستان هستم، فعالیت هایم هست، کار هایم هست، ولی با یک سلسله تفاوت هایی که من باید رو مد نظر بگیرم. روی خاطرات زندان، روی خیلی موارد دیگه این شاید که برنامه ما ادامه دارم. فقط این ویدیوی خوشخبری و آزادی ما بود. وطن دارم آزاد شدم، شکر خداوند به دعای شما. زمانی که من البته چند روز قبل آزاد شدیم، چند روز میشه که ما آزاد شدیم، البته تازنی چند روز میشه آزاد شدیم، از اینکه کم از اینکه باید دست رسی ما نبود یا کمران دست رسی ما نبود از خوشحال هستم که باز هم یک بار دیگه اصلا تصور از دیگه کردن نمیدارم که یک روز دیگه باز هم یعنی خداوند برای ما این فرصت را این زمینه را مساعد کرد که در حضور شما ملت غیور و شما ملت نازنین خود قرار بگیرم. ابتدا یعنی بیان کردن احساس فیلی من یعنی هیچ نمیتونم که برای شما بیان بکنم. از یک طرف من البته به یک مرد هیچ وقت گیریه نمی کنم، ولی بعضا روزگار بعضا چالش های
پر خم و زندگی اشکای آدم جاری می سازد. البته گریه من گریه خوشی بود، باز هم من در مقابل شما قرار دارم، در مقابل یعنی امارات اسلامی افغانستان، با پاس این که در محکمه مرا برات دادن، بیگناهی مرا ثابت کردن با یک صلح تفاهمی که به میان آمده بود، البته با یک صلح تفاهمی که میان ما، میان امارات اسلامی و میان آمده بود، خوشبختانه خوشبختانه و خوشبختانه و خدا را سپاسگزار هستم که این صلح تفاهم بین ما و امارات اسلامی از طریق محکمه که اونا بالای را برگزار کردن صورت گرفت. من به اونا ثابت شدم، من برات خدا را خوشبختانه و بالاخره آزاد به زندگی روزانه خود من ادامه میدم. دوستان عزیز، روی محکمه ابتدا صحبت میکنیم. من از قاضی صاحبایی که در محکمه بودن با او عدالتی که در مقابل ما کردن، که فقط امون سوء تفاهمی که با وجود آمده بود به میان آمده بود، که از طریق غلام شفیع یکی از آیات کلام الله مجید به خانش گرفته شده بود، اولم سوء تفاهم که از طریق یوتیوب چنل اجمل اکتی به طور اشتباهی نشر شد و محکمه هم من از قاضی صاحبایی که در محکمه بودن با او عدالتی که در مقابل ما کردن، که فقط امون سوء تفاهمی که با وجود آمده بود به میان آمده بود، که از طریق غلام شفیع یکی از آیات کلام الله مجید به خانش گرفته شده بود، اولم سوء تفاهم که از طریق یوتیوب چنل اجمل اکتی به طور اشتباهی نشر شد و محکمه هم صورت گرفت و بالاخره من بیگناه ثابت شدم. فقط یک سوء تفاهم بود که چون غلام شفیع از تکلیف برخوردار بود و از طریق برنامه ما، از طریق برنامه های ما که حدود 40 دقیقه بود، این 5 ثانیه که غلام شفیع همین آیت را به خانش گرفته بود نشده بود را ما کم کردیم و این سوء تفاهم میان ما و قاضی صاحبای